امیدوارم که حالتون خوب باشه. آیا میدانستید که نام واقعی افغانستان آریانا بوده و افغانستان قدیمی ترین کشور جهانه؟ دوستان عزیز، امروز میخوام شما رو دعوت کنم به تماشای یک ویدیو آموزنده در مورد تاریخ واقعی افغانستان. پیشاپیش تشکر میکنم از جناب آقای احسان رسولی عزیز که این مقاله بسیار زیبا رو برای ما نوشتن. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. در ابتدای این ویدیو از تمام فارسی زبانان، چه دوستان ایرانی، چه دوستان افغانستانی و چه دوستان تاجیکستانی میخوام که به دلیل نداشتن آگاهی دقیق در مورد کشور افغانستان به این ویدیو دقت بیشتری بکنن، چون میتونن توی همین ویدیو جواب خیلی از سوالهاشون رو دریافت کنن. متاسفانه تا به حال به دلیل جنگ‌های متوالی و پی در پی در افغانستان تاریخ واقعی و اصلی این کشور پنهان مانده و اونطوری که باید و شاید از جانب رسانه‌های دنیا و منابع ملی به درستی اطلاع رسانی نشده و این باعث شده که عکس بدی از افغانستان در ذهن خیلی از دوستان ایرانی و تاجیکستانی و به خصوص در 40 سال گذشته درست بشه و این مسئله باعث تنش هرچه بیشتر بین این دو کشور همسایه شده. امیدوارم این ویدیو بتونه ذهن بسیاری از شما عزیزان رو نسبت به هم تغییر بده و ما دیگر شاهد خصومت بین مردم این دو کشور دوست، برادر و همسایه نباشیم. درود بر انسانیت. کشوری که امروز به نام افغانستان میشناسید در قدیم آریانا یعنی سرزمین آریایی ها نام داشته و دارای یک گذشته رنگین و بسیار پرفراز و نشیب بوده که قدامت تاریخ تمدن آن بر اساس کاوش های باستانشناسی به بیش از 3000 سال قبل از میلاد یا 5000 سال قبل از امروز میرسد. جالبه بدونید که ما در دنیا دو کتاب معتبر علم باستانشناسی داریم که بیش از 5000 سال قدمت دارن، یکی به نام آوستا و دیگری به نام ریگ ودا. تاریخ باستان کشورهای مختلف رو ثبت کرده و جغرافیای همه کشورهای قدیمی در اون خطکشی شده و مشخص شده و در سازمان ملل هم این دو کتاب مورد استفاده قرار میگیره. یعنی شما با رجوع به این دو کتاب سر از تاریخچه واقعی کشورها در میارید. این دو کتاب به واقع حفاظت کننده تاریخ و جغرافیای کشورهای به خصوص باستانیه و هیچ کشوری بدون مشورت و رجوع به این کتابها و سازمان ملل نمیتونه خودش رو صاحب ملک یا مکانی بدونه. دو اصطلاح به نامهای آریانا و آریانا ویژو در این کتابها به کار برده شده که نام سرزمین مادری آریایی هاست که محل دقیق زیست آریایی ها رو بهش اشاره میکنه که بر اساس نوشت های آوستا محل زیست آریایی ها در مجاورت شهرهای چون سوقت، مرو، بلخ و هرات قرار داره. یعنی به عبارتی در افغانستان امروزی، جنوب تاجیکستان، جنوب ازبکستان، جنوب ترکمنستان، جنوب هند و قسمت هایی از پاکستان. بسیاری از کارشناسان یونانی بر این باورند که قدمت سرزمین آریانا حتی به 11000 سال پیش برمیگرده، یعنی حدود 8000 سال قبل از روی کار آمدن هخامنشیان در ایران و 6000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی تمدن بشریت درست از آریانا شروع شده و در یونان و سپس در مصر ادامه یافته. خب پس این مطلب به ما نشون میده که افغانستان امروزی بر همین اساس قدیمی ترین کشور جهان محسوب میشه و خوب این رو هم بدونید که واژه آریانا اصطلاح لاتین شده و یونانی شده آریانه هستش، نامی که برخی از دانشمندان و باستانشناسان یونانی به سرزمینی که امروز افغانستان نامیده شده داده شده است. حالا شاید شما از خودتون بپرسید که پس سرزمین آریانا شامل چه کشورها و چه مناطقی می شده؟ آریانا شامل افغانستان کنونی، جنوب ازبکستان کنونی، جنوب تاجیکستان کنونی، قسمت‌هایی از پاکستان، مشهد ایران، سیستان و بلوچستان ایران و حتی کرمان ایران.
جالبه که بدونید که زرتشت هم خودش در بلخ و افغانستان کنونی و حداقل 500 سال قبل از هخامنشیان در این شهر میزیسته و طبق اسناد موجود در آوستا او پیامبری از بلخ است. دوستان عزیز، نام افغانستان تا پیش از اسلام آریانا بود و پس از گسترش اسلام و به دلیل مهاجرت اقوام مختلف در افغانستان دیگر نام آریانا بیانگر و معرف همه گروه ها، اقوام ها و تبارها نبود. به همین جهت این نام بعدها به خراسان تغییر داده شد، چون نام خراسان دیگر تنها مربوط به یک قوم و گروه خاصی نمی شد و همه اقوام رو دربر می گرفت. درست به همین علت بود که نام آریانا به خراسان تغییر کرد. لازم به ذکر تا بدونید که خراسان به معنی خورشید و یا مشرق می باشد. خراسان شامل تمامی افغانستان کنونی، قسمت‌هایی از ایران، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان رو شامل می شد. در آن زمان تمامی اقوام و گروه ها در سرزمین خراسان در کنار هم و بدون هیچ گونه نابرابری و اختلاف زندگی می کردن و به سرزمین خود یعنی خراسان عشق می ورزیدن. در طول دوره‌ای که این سرزمین خراسان نام داشت، دستاوردهای بزرگ فرهنگی، علمی و ادبی زیادی رو برای بشریت به ارمغان آورد و به میراث گذاشت که بعدها چشم خیلی از جهانیان رو به خودش دوخت و خیلی ها رو شگفت زده کرد. اما گفته میشه که در زمان شاه شجاع و طی نامه رسمی از سوی نماینده انگلیس به دولت خراسان یا همون شاه شجاع، واژه افغان که به فارسی به معنی شیون، فغان و فریاد هست رو پیشنهاد میکنه و درست بعد این بود که اسم افغانستان شکل میگیره و نام افغانستان به جای خراسان از سوی دولت نشینان برگزیده میشه. انتخاب نام افغانستان به دست انگلیس ها درست بر اساس سیاست و قدرت استعماری آنها استوار بود و به واقع از همان زمان بود که کلید مشکلات، جنگ و بدبختی در افغانستان از جانب انگلیس و دیگر استعمارگرایان زده شد و تا به امروز متاسفانه ادامه یافته. حالا از شما عزیزان میخوام که کلاه خودتون رو به قول معروف قاضی کنید، به اندکی پیش خودتون فکر کنید و سپس از خودتون بپرسید که آیا این عکس ها و ظاهر وحشتناک این افراد میتونه بیانگر چهره واقعی اون آریانا و خراسان پر افتخار باشه، یا اینکه اینها تنها یک توطئه و دسیسه از جانب استعمارگرایان برای نابودی افغانستان و گرفتن به قول معروف ماهی از آب گلالود برای منافع خودشون بوده؟ پس اگر موافقید بیایید یک بار دیگر سادگی رو کنار بگذاریم و پای استعمارگرایان رو برای همیشه از خاک خود بیرون بکشیم و یک بار دیگه مثل گذشته همه اقوام بدون هیچ گونه ضدیت قومی، نژادی و زبانی در کنار هم با صلح زندگی کنیم، پس با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. و یک بار دیگه این جمله رو خطاب به تمام فارسی زبانان دنیا میگم: کی میخواهد که من و تو ما نشویم؟ خانهش ویران باد. همراهان گرامی، حتما نظرات خودتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید و خطاب به افغانستان یک جمله رو رهسپار این کشور کنید.